الناس علی دین ملوکه، مردم دین به روش و دین کیان مسئولینشونن. دقیقاً هم اگه امروز میبینید مملکت ما لاکچری بازی مهمه، هست تو خیلی از مردم هست. میدونی چرا؟ این لاکچری بازی از مسئولین ما شروع شد. تو ماشین میشستی میدی یا آهنگی گذاشته خرسه نرو میرخصونه، گفتی آقا شهادت فلان و امانه، میشه یه خورده فیتیلر بدی پایین؟ گفت صدا و سیماه رادیوی، یعنی تو که بیشتر از آخونده نمیفهمی که، ساکت باش به من دهن تو. یعنی از قضا این قب شکنی ها توسط خودی ها صورت میگیرد. اینا خرابکاری از همینجا شروع میشه. اگه بحث است آقا من چیز به شما بگم، من یه بررسی یه بار کردم، دیدم بدترین قب شکنی ها در کشور ما توسط امنیتی های ما صورت گرفت. شما بیا جریانات مختلف تو کشور نگاه بکنید، خوب و بدش کار ندارم ها، چرا؟ چون این امنیتی یه سری ویژگی ها دارن، یک باهوشن، هر پخمه رو که نبرن تو اطلاعات که باید زرنگ و باهوش بشه. دو، یه سری اطلاعات به دست میارن وقتی اونجا دارن کار میکنن. سه، بازنشست میشن، بای بای میرن بیرون، دیگه نمیتونی کارشون بکنی، قوانین هم ایراد داره. تو کشور اروپایی تا 75 سالگی بعضا باید اینا تحت نظارت میمونن، حق ندارن کاری بکنن. تا 75 سالگیشون یه پیر شدن میگه برو خونتون، برو با نواد بازی کن. اینا تازه جامعیت پیدا کردن، همچین کار بلد شدن، 30 سالشون تموم میشه میان بیرون دیگه هیچ. فساد خیلی ها رو خبر دارن چون تو اطلاعات بودن، خیلی آتو دارن، کلی هاشون آدم های خوبی هن، خدا پدرشون رو بیامرزه، زحمت دارن میشه مملکت جلوی. اما بعضی ها از اینا، ببینید شما اصلا جناهای مختلف رو نگاه کنید، شروع کن ببین از یه عدهشون که حالا توی یه سری جای حاکمیتی هن، آی آشنا اطلاعاتی، آی سعید ارجالیان اطلاعاتی، مشایی بقایی اطلاعاتی، نمیدونم از زمان مذاکرات مکفارلین وردی نژاد اطلاعاتی، نمیدونم. میبینه عجب چه جالب. حالا اینا همینجوری بخوام بگم 50 تا میتونم اسم ببرم، از منتها الیه اصولگرایی تا منتها الیه اصلاح طلبی، میبینه اطلاعاتی هم. وقتی اطلاعاتی میشه مشاور رسانه یه کاندیدا، تمام عملیات روانی هایی که باید سر دشمن پیاده میکردن سر ملت خودمون پیاده میکنن، میشه اوزمان میگد همین. یه جاهایی میبینی ساختارهایی شکل میگیرن. خب من یک جلسه داشتم با یکی از همین نهادهای نظارتی رو این اطلاعاتی ها، نهادهای حفاظتیشون، برگشتم گفتم آقا جان چیکار میکنم؟ آقا من چیکار کنیم؟ 30 سالش تمام میشه دیگه، زیر نظر ما نیست، میتونه بره نماینده مجلس بشه، میتونه بره وزیر بشه، میتونه سفیر بشه. بله همین الان شما نصف کابینه دولت رو نکنید اطلاعاتی هم. آقای ربی اطلاعاتی، آقای شریعت مدار وزیر صنعت معدن و رفاه اطلاعاتی، خدمت شما عرض بکنم خیلی. آقای آخوندی از همون ابتدا وزیر مسکن شهرسازی بود، همون ابتدا معاون امنیتی وزیر کشور زمانی که با جناق شاهی ناجق نوری وزیر کشور بود، خیلی نمیخوام بگم اسم ببرم، فراوان. آیا حالا نه چون اطلاعاتی هیچ کاری نباید بکنه؟ من حرف همچه حرفی نمیزنم، اما کار بکن، خیلیشون آدم خوبی هم دارن، کارم میکنن، زحمت دارن میکشن. منتها فراموش نکن دسترسی هایی که این داشته و چارهایی که این بلده، هر آدم عادی بلد بگید نیست، اینا اراده میکنن پولدار بشن، پولدار شدن ها، اراده میکنن پولدار شدن. اینا همه سوراخ سنبه های قانونی رو بلدن. 50 تا پرونده فساد زیر دست خود طرف بوده،